خب بریم سراغ تست 5 با سوال اولش شروع میکنیم. داره میگه که این پولینوممون، این چند جمله ایمون ثابت هستش. ثابت این توابع ثابت میمونه. یعنی یادتون باشه میگفتیم fx مساویه کاک کا از اعداد حقیقی هستش. یعنی هر چی که به x مرتبط باشه رو باید این تو صفر در نظر بگیریم. یعنی m منهای 1 رو باید صفر بکنیم، n منهای 2 رو باید صفر بکنیم. یعنی ضرایب متغیرهای x رو باید مساوی صفر قرار بدیم که m میشه برابر 1، n برابر 2 در میاد. این تو جاگذاری کنیم این دوتا که صفر میشه هیچی، m 1 باشه اینجا هم 2 قرار بدیم برمیاد برابر 5 میشه. پس پی x که یک چند جمله ثابته مقدارش با 5 برابره. چند جمله ثابت این توابع ثابت هستن، هر مقداری که توش بذاریم یه مقدار مشخص بهمون میده. پس پی 10، پی 11، پی 1000 هیچ فرقی نداره، مقدار برابر 5 خواهد بود. یعنی میشه گزینه D. سوال 5 رو با هم بررسی کنیم. از ما ترم ثابت پی x به علاوه 1 رو خواسته. ترم ثابت خط می‌زدیم، x مساوی 0 قرار می‌دادیم. این تو 0 بذاریم یعنی پی 1 رو می‌خواد که به دست بیاریم. حالا از این بالاییه باید پی 1 رو محاسبه کنیم. اینو مساوی 1 قرار می‌دیم. 2x منهای 1 مساوی 1. از اینجا 2x مقدارش برابر 2 در میاد و x مقدارش برابر 1 خواهد شد. اینجا پس پی رو میایم 1 قرار می‌دیم. میشه پی 1 مساوی x رو 1 قرار بدیم. 2 1 1 منهای 1 میشه 1. این برمی شه 1 منفی 6 منفی 5 که مقدارش برابر منفی 10 میشه. یعنی گزینه B. سوال 4 رو با هم دیگه بررسی بکنیم. دوباره میگه پی x یک چند جمله ثابته. از ما میخواد پی آی منهای B رو حساب بکن. خیلی خوب. میدونیم ثابته. وقتی ثابت باشه یعنی هرچی که به x مرتبطه رو باید صفرش بکنیم. یعنی این مقدار باید مساوی صفر بشه، این مقدار باید مساوی صفر بشه. ضریب تمام متغیرهای مرتبط به x رو برابر صفر کردیم. آی به علاوه ب پس میشه سه و b هم باید برابر 2 در بیاد. این از معادله آی به علاوه b منهای c مساوی صفر دست اومد. اینم از منفی b به علاوه 2 که این b مساوی 2 رو تو بالای بذاریم آ 1 در میاد. حالا این تو جاگذاری میکنیم p x به علاوه 1 مقدارش برابر این دوتا که صفر میشه، به جای آ 1 قرار بود بذاریم، به جای بی هم 2 میذاریم که مقدارش با 2 برابره. هر مقداری توش بذاریم با 2 برابره، فرق نمیکنه چی باشه. یادتون باشه چند جمله ثابت این تابع ثابته، هر مقداری که بدیم بهش دقیقاً برابره مقدار یک مقدار مشخص است که اینجا برابر 2 هستش. یعنی میشه گزینه دی. سوال 8 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. گفته پی ایکس منهای 2 جمع ضرایبش 5، یعنی اگه این تو 1 بذارم مقدارش با 5 برابر میشه. پی 1 منهای 2 یعنی با 5 برابره. پس پی منفی 1 برابر 5. حالا میام از این استفاده میکنم توی این بالایی که بهمون داده. این تیکه میخوام بشه منفی 1، 2x به علاوه 3 باید بشه منفی 1. پس x در میاد منفی 2. میام این تو x و منفی 2 جاگذاری میکنم. پی منفی 1 برابر منفی 2 به توان 3 میشه منفی 8. تو منفی 2 ضرب بشه میشه مثبت 4 آ به علاوه 1 در میاد. پی منفی 1 هم میشه 5 مقدارش. اینجا میشه منفی 7 به اونور در میاد 12 مقدارش آ برابر 3 در میاد. یعنی گزینه C خواهد بود. سوال 10 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اومده گفته که ترم ثابت پی ایکس برابر 3 هستش. گفتیم ترم ثابت دیدیم خط میزنیم جاش ایکس مساوی 0 تو همون چند جمله‌ای که گفته میزنیم. یعنی پی 0 برابر 3. حالا بر اساس این گفته آ رو حساب بکنیم. میدونیم پی 0 مقدارش چنده، اینجا میخوایم مقدارش بشه 0 پس ایکس رو باید 1 قرار بدیم. 1 قرار میدیم، پی 0 مساوی 1 منهای 2 به علاوه آ به علاوه 1 میشه که پی 0 هم هست 3. 1 و 1 2 2 منهای 2 میشه 0 پس مقدار آ برابر 3 در میاد. جوابمون در میاد گزینه ای. 14 رو میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. گفته که پی ایکس یک چند جمله‌ای که مجموع ضربه شده منفی 4. یعنی اگه توی خود این پی ایکس به جای ایکس 1 بذاریم مقدارش میشه منفی 4. یعنی پس پی 1 شده منفی 4. حالا میگه بر این اساس بگو که مجموع ضربه پی ایکس به علاوه 1 چنده. باز اینجا مجموع ضربه رو دیدیم ایکس رو 1 میذاریم کجا؟ توی اون چند جمله‌ای که گفته که میشه پی 2. گفته پی 1 رو مقدارش شده منفی 4، پی 2 چند میشه؟ این تو به جای x 1 بذاریم پی 1 هست 1 منهای آ به علاوه 1 منفی 3. اینجا به پی 1 رو ساده میکنیم، یعنی میذاریم منفی 4 به جاش، منفی 3 میره اونور میشه
منفی 1 یا 1 کمی برمی میشه منفی 2، منفی 2 پس شده منفی آ به علاوه 1، منفی آ رو از 2 بر ساده میکنیم، از اینجا مقدار آ برابر 1 در میاد. اینجا آ رو 1 جاگذاری کنیم x2 منهای 2x منهای 3 در میاد. حالا از ما خواسته که پی 2 رو حساب بکنیم، توی معادله نارنجی رنگ که بالا میبینیم جای x2 میذاریم، 2 به توان 2 منهای 2 در 2 منهای 3 که برابر منفی 3 میشه، یعنی گزینه ای. پونزه رو با هم دیگه بررسی بکنیم. گفته که پی ایکس یک چند جمله یک مجموعه ضرایبش شده سه. پس اینجا ایکس اگه یک بذاریم توی چند جمله یک گفته، یعنی پی یک مقدارش شده برابر سه. و بعد از ما خواسته که مجموعه ضرایب تو چند جمله دو ایکس به علاوه یک حساب کنیم. اینجا ایکس رو اگر مقدارش دور یک بذاریم، یعنی پی سه رو میخوایم ببینیم مقدارش چقدر در میاد. اینجا به جای ایکس یک میذاریم، در میاد یک منهای آ به علاوه دو آ به علاوه یک باید با سه برابر باشه. یک با یک میشه دو، سه منهای دو هم میشه یک. این بر آ میمونه، این بر یک در میاد. اینجا جای آ یک قرار میدیم، ایکس سه منهای ایکس دو به علاوه دو ایکس به علاوه یک. در نهایتش میخوام پی سه رو حساب کنیم، اینجا به جای ایکس حالا سه قرار میدیم، میشه 27 منهای 9 به علاوه 18 به علاوه 6 به علاوه 1. 27 منهای 9 میشه 18، 18 به علاوه 7 هم در میاد 25، یعنی جواب میشه گزینه آ. سوال 12 رو با هم دیگه میایم بررسی میکنیم. گفته که ترم ثابتمون 1، یعنی به جای x اگه 0 بذاریم 1 در میاد، پس پی 0 برابر 1 میشه. و ازم خواسته که ترم ثابت دوباره x رو 0 میذاریم تو x منهای 2 رو به دست بیاریم، که اینجا توش 0 بذاریم یعنی میگه پی منفی 2 رو حساب کنیم. اینجا توی به جای x 0 قرار میدیم، پی 0 مقدارش در میاد منفی آ که مساوی 1 در میاد، پس آ مقدارش با 1 برابر میشه. این پس مقدار آ 1ه. اینجا می‌نویسیم x2 به علاوه 4x منفی 1. حالا منفی 2 رو می‌خوام، پی منفی 2 یعنی تو منفی 2 می‌ذاریم، میشه منفی 2 به توان 2 به علاوه 4 ضرب در منفی 2 منفی 1 که میشه 4 منهای 8 منهای 1 که میشه منفی 5، یعنی گزینه آ. سوال ششم رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. گفته که این دوتا رو با هم تقسیم کنیم، خارج قسمتش رو به دست بیارید. خب میایم تو هم دیگه تقسیم میکنیم، 2x5 به علاوه x3 منهای 4x2 منفی 2 رو میایم به روی x3 منهای 2 تقسیم میکنیم. اینجا اول بزرگاشو در نظر میگیریم، اینجا یه دونه 2x2 میذاریم، در میاد 2x5 منهای 4x2 توی منفی ضربش میکنیم، اینجا منفی میشه، اینجا مثبت، اینا با هم دیگه ساده میشن. این دوتا رو با هم x3 میمونه به علاوه 4x2، منفی 4x2 رو میانیم پایین، کلن حذف میشه. اینجا دوتا جمله داره، اینجا میخوام همیشه دوتا باشه، منفی 2 و اینجا کافیه که یه دونه 1 قرار بدیم که اینجا یه دونه x3 منهای 2 درست شه، تو منفی ضرب میکنیم، اینا با هم دیگه ساده میشن و برابر 0 در میاد. پس خارج قسمتش هست 2x2 به علاوه 1 میشه گزینه B. سوال دوم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. باز باید تقسیم انجام بدیم، x6 به علاوه 3x3 رو میخوایم به روی x2 منهای 1، چون خارج قسمت رو میخواد از آن به دست بیاریم چاره جز تقسیم نداریم. اینجا x4 قرار میدیم، سه x6 منهای x4، اینجا توی منفی ضرب میکنیم، اینا با هم ساده میشه، در میاد x4 به علاوه 3x3. حالا توی مرحله بعد اینجا باید x2 و x4 رو یکی کنیم، اینجا به علاوه یه دونه x2 میکنیمش، میشه x4 منهای x2 منفی ضرب میکنیم، اینا با هم ساده میشه، در میاد 3x3 به علاوه x2. خب تا اینجا ببینیم کدوم گزینه ها حذف شده، c حذف میشه، b هم حذف میشه، a و e و d باقی مونده. اینجا یه دونه 3x باید قرار بدم، در میاد 3x3 منهای 6 که اینا منفی مثبت، اینا رو از هم کم بکنیم، اینجا می نویسم اینا با هم ساده میشه، میمونه x2 به علاوه 6. که دقت کنید این گزینه و این گزینه هم حذف میشه، جواب در میاد گزینه آ پس مستقیم. و در نهایت توی مرحله آخرم یه دونه به علاوه 1 قرار میدیم که اینجا در میاد x2 منهای 1 که منفی ضربش کنیم، در میاد ساده میشه، میشه 6 به علاوه 1، باقی مونده هم میشه 6 به علاوه 1، ولی از ما خارج قسمت خواسته، جواب در میاد پس گزینه آ.
سوال چهارم رو با هم دیگه میایم بررسی میکنیم، از ما باقی مانده رو خواسته. توی باقی مانده دیگه لازم نیست بیایم تقسیم رو انجام بدیم، حالت‌های متفاوتی داشت. اینجا چون درجه یکه اولین چیزی که به ذهنمون میرسه مساوی صفر قرار میدیم، پس اگه x رو 1 قرار بدیم توی مقسوم علی باقی ماندهمون رو میتونیم به دست بیاریم. یک حساب میکنیم، 1 منهای 2 به علاوه 3 منهای 3، اینا با هم دیگه ساده میشه، 1 منفی 2 در میاد منفی 1، پس مقدار منفی 1 با کا برابر جواب در میاد گزینه D. سوال ششم رو با هم دیگه میایم بررسی میکنیم. پی ایکس بر ایکس به علاوه یک شده کا. تو درس ما هم توضیح دادیم، میایم مقسوم علیه مساوی صفر قرار میدیم، ایکس در میاد منفی 1. پس اگر بیایم اینو توی مقسوم قرارش بدیم، یعنی پی منفی 1 با باقی ماندهمون برابره. حالا میخوایم پی منفی 1 رو محاسبه کنیم، یعنی اینجا خب این قسمت میخوایم بشه منفی 1، پس ایکس رو باید مساوی 1 قرار بدیم. مساوی 1 قرار میدیم، پی منفی 1 این بذار ایکس مساوی 1 شده 2 به علاوه 1 منهای 4 که در میاد منفی 1، پس مقدار باقی مانده برابر منفی 1 میشه گزینه C. هفت رو با هم بررسی میکنیم. این سوال قبلیه، مقسوم علیه رو مساوی 0 قرار میدیم، ایکس در میاد 4. میریم توی مقسوم قرار میدیم، پی 4 با باقی مانده برابره، میخوایم این مقدار برابره 4 بشه، پس x رو باید مساوی 2 قرار بدیم. 2 جا گذاری میکنیم، 4 در 2 به توان 3 منهای 2 در 2 به توان 2 به علاوه 2 که میشه 32 منهای 8 به علاوه 2. 34 منهای 8 هم در میاد 26، یعنی گزینه B. سوال 13 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. دو تا تقسیم به ما داده، یکی پیو ایکس یکی کیو ایکس. کاری که بلدیم انجام میدیم، مقسوم علیه ها رو مساوی صفر قرار میدیم. چرا؟ چون درجه یکی و میتونیم این کار رو به انجام بدیم. پس به ازای ایکس مساوی منفی یکی که اینجا در میاد، اگه توی مقسوم علیه مقسوممون قرار بدیم، مقدار باقی مانده برابر میشه. اینجا هم به همین صورت ایکس باز منفی یکی، کیو منفی یک هم مقدارش برابره کا در میاد. حالا توی این بالای من پی منفی 1 و مقدارش رو دارم، اینجا میخوام این منفی 1 در بیاد، پس x رو بعد منفی 1 بذارم که این داخلی هم منفی 1 در بیاد. جاگذاری میکنم در میاد پی منفی 1 هست q منفی 1 منفی 3 منفی 2 که مقدار q منفی 1 برابر کا هستش، پی منفی 1 هم مقدارش برابر منفی 1 هستش. این میشه منفی 5 برمون و با 1 در واقع جمع بشه میشه 4، پس کا مقدارش با 4 برابره، یعنی گزینه D. چهارده رو با هم بررسی میکنیم. دوباره میبینیم درجه مقسوم علیه هامون 1 هستش، مساوی 0 قرار میدیم که بتونیم رابطهش رو با باقی مانده جاگذاری کنیم. اینجا x پس 4، پس پی 4 در میاد 3، اینجا q 1 در میاد مساوی کا. حالا پی 4 رو داریم که مساوی 0، میریم دنبال پی اینجا میگردیم، میخوایم 4 بشه، x رو 2 قرار میدم این تو، میشه پی 4 به علاوه 2 دوتا میشه 4 منه 1 میشه 3 به روی q 1 مساوی 2 به توان 2 4 منه 1 میشه 3، پی 4 3 سه علاوه سه میشه 6، کیو یک هم که کا شده 3، 6 سوم مساوی کا برابر 2 در میاد میشه گزینه آ. پونزه رو با هم بررسی کنیم. دقیقا این سوال قبلی هستش، اینجا به جای ایکس اگه 1 قرار بدم، اینجا هم به همین صورت به مقدار باقی مانده میتونم برسم، پس پی 1 با 2 برابره، کیو یک هم با 3 برابره. توی این تقسیم بزرگه هم به همین صورت، باز اینو مساوی 0 قرار میدم، x رو بعد 1 قرار بدم، اینجا 1 قرار بدم در میاد پی 1 ضرب در 1 ضرب در 4 منهای 1 که میشه باز 1 مساوی کا. حالا پی 1 برابر 2، کی 1 هم برابر 3، ضرب این دوتا میشه 6 که در میاد گزینه B. دوازده رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این سوالایی که بررسی کردیم، اینجا صفر میذارم، اینجا صفر میذارم، اینجا x برابر 5، اینجا x برابر 2 در میاد، پس پی 5 مقدارش با 6 برابره، اینجا q 2 مقدارش با 0 برابر خواهد بود. این تو پی 5 رو دارم که 6، اینجا میخوام مقدارش با 5 برابر شه، 6 منهای 1 میشه 5، پس x برابر 2 هستش. اینجا 2 جا گذاری میکنم، پی 5 میشه 4m منهای 2 علاوه q 2 که q 2 برابر 0، پی 5 هم برابر 6، 6 میشه 4m منهای 2، m برابر 2 در میاد، یعنی گزینه B. تست هفتم رو بررسی میکنیم. سوال پنجمش رو
گفتیم که باز توی این موارد هم هیچ فرقی نداره اینجا چی باشه، اینو مساوی 0 اگه قرار بدیم میتونیم به جای x الان منفی 1 قرار بدیم، یعنی از روش کاهش داریم استفاده میکنیم. خب اینجا میشه x 3 به توان 2، همه رو بر حسب x 3 مینویسیم، 3 تا 1 ازش میاد بیرون از x 4، 1 باقی میمونه به علاوه a در x به توان 3 به علاوه bx به علاوه 2، بعد جاگذاری بعد به باقی مانده 0 برسیم. اینجا x به توان 3 هست منفی 1 به توان 2، منفی 3 تا منفی 1 اینجا داریم در x به علاوه a تا اینجا به جای x به توان 3 باز منفی 1 میذاریم به علاوه bx به علاوه 2، مقدارش با 0 برابر شد که اینجا میشه 1 مثبت 3x به علاوه منهای a به علاوه bx، اینجا میشه منفی a به علاوه bx به علاوه 2، مقدارش مساوی 0 شده. پس ضرایب x سمت چپ و راست باید با هم برابر بشه، سمت راست همه چیش صفره، پس ضریبای x یعنی 3 به علاوه b باید 0 باشه، ضرایب ثابت هم باید یعنی 1 منهای a به علاوه 2 هم برابر 0 باشه، از اینجا مقدار a برابر 3، از اینجا b در میاد منفی 3، جمع این دوتا هم برابر 0 یعنی میشه گزینه b. سوال ششم، باز دوباره مقسوم علیه مساوی 0 قرار میدیم، x شد 2، پس پی 2 مساوی k در میاد، پس کافیه که مقدار پی 2 رو حساب بکنیم، یعنی باید x 3 به علاوه 1 رو یک کاری بکنیم مقدارش بشه 2، یعنی دارم x 3 به علاوه 1 مقدارش باید بشه 2، پس میتونم به جای x به توان 3 بیام مقدار 1 قرار بدم، این تو به جای x به توان 3 میام مقدار 1 قرار میدم، پس پی 2 مساویه x به توان 3 به توان 3 منهای 3 تا x به توان 2 به توان 3 به علاوه 2 تا x به توان 3 منهای 2. اینجا x به توان 3 رو اینجا 1 قرار میدم، اینجا در میاد البته x به توان 3 به توان 2 میشه منفی 3 به علاوه 2 منفی 2، اینا رو با هم ساده میکنیم یه منفی 2 باقی میمونه، جواب در میاد گزینه A. سوال سوم رو با هم بررسی میکنیم، اینجا این دفعه باید مساوی 0 قرار بدیم، بذار x 4 2 قرار بدیم، این هست x 4 به توان 3 پس میشه 2 به توان 3، این میشه x 4 به توان 2 پس میشه 3 تا 2 به توان 2 به علاوه 6 که این میشه باقی مانده که از 8 منهای 3 4 تا 12 و علاوه 6 شده مقدارش برابر k که مقدارش در میاد 2، یعنی گزینه A. سوال هفتم رو با هم بررسی میکنیم، باز این سوال قبلی مساوی 0 قرار میدیم، هر جا x دیدیم منفی 2 میذاریم این دفعه که اینجا میشه منفی 2 به توان 3 و علاوه اینجا هست 4 تا x 3 به توان 2 دارم در x به علاوه 2 تا x 3 که به جای x گفتیم مستقیم منفی 2 میذارم به علاوه mx به علاوه n، بعد جاگذاری باید بشه 4x به علاوه 2، جاگذاری که میکنیم داریم منفی 8 به علاوه اینم قرار شد بذاریم منفی 2 که میشه 4، 4 4 تا میشه 16 به علاوه منفی 4 دوباره به علاوه mx به علاوه n باید بشه 4x به علاوه 2. حالا ضریب x و n باید با x و ثابت باید با هم دیگه برابر باشه، ضریب x رو بررسی میکنیم، سمت چپ m داریم سمت راست 4 داریم پس m با 4 برابر، ضریب ثابت رو بررسی میکنیم منفی 8 به علاوه 16 یه 8 میمونه، یه منفی 4 داریم اینجا به علاوه n سمت راست هم که 2 هستش، از اینجا مقدار n برابر منفی 2 در میاد، حالا از ما 4 منفی 2 رو خواسته که در میاد 2 m به علاوه n 4 رو 2 جاگذاری کردم، جواب در میاد گزینه d. سوال هفتم، از تست هفتم سوال نهم رو با هم بررسی میکنیم، گفتیم باز اگه دوتا ضریب داشته باشیم، گفتیم توی مقسوم علیه دوتا عبارت درجه یک تو هم ضرب شده باشه باز میتونیم مساوی 0 قرار بدیم، ریشه هاشو حساب کنیم، x مساوی 2 x مساوی منفی 3 میشه، بذار این دوتا مقدار یا این پرانتز باید 0 باشه یا این، بذار هر کدوم از اینا جاگذاری بکنیم سمت چپ باید با باقی مانده که به دست میاد حالا بذار xی که جاگذاری میکنیم برابر بشه، یعنی اینجا اگه x رو 2 بذاریم 4 منهای 2a منهای b به علاوه 1 بعد با 0 برابر شه، منفی 3 هم بذاریم به همین صورت 9 به علاوه 3a منفی b به علاوه 1 بعد مساوی 0 بشه، از اینجا داریم 2a به علاوه b این دوتا رو میبرم سمت راست مساوی 5 شده، از اینجا هم داریم 3a منهای b جمعش 10 میره سمت راست میشه منفی 10، این دوتا رو با هم جمع میکنیم 5a میشه منفی 5، اینجا a مقدارش در میاد منفی 1، حالا میام تو این بالایه به جای a میذاریم منفی 1 در میاد منفی 2 به علاوه b شده 5، پس b مقدارش با 7 برابره، حالا a به علاوه b رو خواسته واسه حساب a به علاوه b میام جاگذاری میکنیم منفی 1 به علاوه 7 که در میاد 6، یعنی گزینه a. 13 رو با هم بررسی میکنیم، باز این سوالای قبلی
میخوایم مقسوم علیه مساوی صفر قرار بدیم، اما قبلش دقت کنین قابل تجزیه شدن از اتحاد جمله مشترک، ضرب باید بشه منفی 4، جمع باید بشه منفی 3، پس میشه x منفی 4 در x به علاوه 1. حالا اینو میتونیم مساوی صفر قرار بدیم، یعنی که یا x رو میتونیم مساوی 4 قرار بدیم یا x رو میتونیم مساوی منفی 1 قرار بدیم. به ازای هر کدوم از این مقادیری که سمت راست یعنی بذاریم توی مقسوم و باقی مانده، اینا باید با هم برابر بشه. پس پی 4 باید با صفر برابر شه، پی منفی 1 هم با صفر باید برابر شه. حالا این تو اگر مقدار داخل پی 4 بشه با صفر برابره، یعنی اینجا اگه به جای x بیایم 3 قرار بدیم 5 قرار بدیم با صفر برابر خواهد شد، یعنی پی 4 مساوی 5 به توان 3 میشه 125 منهای 3 تا 25 تا میشه 75 تا به علاوه 3a به علاوه b، این مقدارش با صفر برابره. پی منفی 1 هم به همین صورت، واسه اینکه پی منفی 1 به دست بیاد بعد اونجا x رو صفر قرار بدیم، x رو که صفر قرار بدیم پی منفی 1 این دو تا صفر، این سه تا هم صفر میشه، b میمونه که برابره صفر خواهد بود. پس بیمون با صفر برابره، اینجا توی بالای میذاریم. حالا کافیه که معادله بالایی رو ساده کنیم. فقط اینجا به جای x 5 گذاشته بودیم، اینجا 3a نوشتم، اینجا هست 5a. حالا من اینجا محاسبه میکنیم، 125 منهای 75 برابر 50 که میشه منفی 5a، اینو بردم سمت راست، پس از اینجا مقدار a برابر منفی 10 در میاد، یعنی جواب میشه گزینه C. سوال 14 رو با هم دیگه میایم بررسی میکنیم. این عبارت قابل تجزیه است. می‌نویسیم x در x منفی 1 مساوی 0 اش قرار میدیم، دو تا جواب میده، x مساوی 0 و x مساوی 1. حالا x مساوی 0 رو تو مقسوم علیه بذاریم با خارج قسمت باید برابر بشه. 0 بذاریم میشه b به علاوه 1، مساوی اینجا هم 0 بذاریم میشه 3، پس مقدار b باید 2 در بیاد. بذار x مساوی 1 هم به همین صورت، 1 منهای a به علاوه b به علاوه 1 باید مساوی منفی 2 به علاوه 3 باشه. این بذار x مساوی 0 این بذار x مساوی 1 هستش، که اینجا به جای b هم میاد 2 قرار میدیم، میشه منفی a به علاوه 4 باید مساوی 1 در بیاد، از اینجا مقدار a برابر 3 در میاد، جمع a به علاوه میشه 3 به علاوه 2 که برابر 5، 14 در اومد گزینه e. 15 رو با هم بررسی کنیم. این سوال قبلی میمونه، دوباره x در x منفی 1، یه بار به جای x 0 بذارید یه بار به جای x 1 بذارید و مقسوم رو با باقی مانده مساوی قرار بدید. صفر اگر قرار بدیم نه همه صفر میشه، مقدار n برابر 1 در میاد، چون توی مخصوم توی خارج چون توی باقی مانده اینجا x رو صفر میذاریم n از بین میره. حالا x رو بعد 1 قرار بدیم، میشه a منهای 2 به علاوه 3 به علاوه n که همون 1 مساوی، اینجا 1 قرار بدیم میشه n به علاوه 1 که n هم گفتیم 1 هستش، اینجا جاگذاری کنیم میشه 1 به علاوه 1 برابر 2، اینجا میشه 4 منفی 2 در میاد 2، دوهای دو طرف با هم ساده میشه، آ در میاد 0، یعنی گزینه B. 12 رو با هم بررسی میکنیم. اینجا باز قابل تجزیه است، هر وقت قابل تجزیه بود تجزیهش کنیم. نتیجهش اینه که اینو مساوی 0 قرار بدیم، x میشه 1 باشه، x در میاد مساوی منفی 1 باشه. حالا پس x رو میام 1 قرار میدم، در میاد 1 به علاوه n به علاوه m منفی 1 باید بشه 0، از اینجا در میاد m به علاوه n باید بشه 0. یه بار x رو منفی 1 قرار میدم، میشه منفی 1 به علاوه n منفی m منفی 1 باید بشه 0، از پس n منهای m هم در میاد، مقدارش برابر 2. از ما n منهای m رو خواسته، جواب در میاد گزینه d. و سوال 16 رو بررسی میکنیم. خب توی تقسیمی سمت راستمون گفتیم میایم مقسوم علیه رو مساوی 0 قرار میدیم توی اونایی که درجهش مساوی 1، یا میشه از ذرایعی بی از درجه 1 به دست آورد، اینجا x رو مساوی 1 قرار میدیم. توی سمت راست اگر x رو مساوی چپ توی سمت چپ این تقسیم، یعنی سمت مقسوم و باقی مانده 1 قرار بدیم، باید مقسوم با باقی مانده برابر شه، یعنی پی 2 مساوی کا خواهد بود. این یعنی باید پی 2 رو به دست بیاریم. حالا میریم توی تقسیم دیگه‌مون، اینو اول ببینیم قابل تجزیه هست؟ بله میشه تجزیهش کرد، میشه x منهای 4 در x به علاوه 1. پس دوتا ریشه داره مقسوممون، مقسوم علیهمون، یکیش منفی 1 یکیش 4 هستش. حالا این تو منفی 1 میایم جاگذاری میکنیم، سمت راست کلا حذف میشه، یعنی توی مقسوم اگر منفی 1 رو بیایم ریشه های مقسوم علیه جاگذاری کنیم با باقی مانده بعد یکیشه. به ازای x مساوی منفی 1 داریم پی 2 میشه برابر منفی 1 بذاریم میشه منفی 5 منفی 1 میشه منفی 6. ما هم دقیقا پی 2 رو میخوان، که پی 2 با کا برابر بود، که پی 2 با منفی 6 برابره، پس کا میشه منفی 6، جواب در میاد گزینه
خب سوال یک اگه در نظر بگیرید میبینید نمیشه مساوی صفرش، یعنی تجزیهش نمیشه کرد که میشه ریشه به دست آورد. از کاهش درجه هم بخوایم بریم خیلی روابط خوبی به دست نمیاد، به همین خاطر مستقیم تقسیم میکنیم. تو اینجور مواقع مستقیم تقسیم کردن خیلی کارمون رو را میندازه. مستقیم تقسیم میکنیم، اینجا x قرار میدیم میشه x3 به علاوه x2 منفی x، توی منفی اگر ضربش کنیم منفی منفی مثبت میشه، اینا با هم ساده میشه، این دوتا میشه منفی 2x2، اینجا میدونه منفی x میمونه منفی 1. حالا تو مرحله بعدی باز یه دونه به علاوه، نه چون میخوایم x2 رو به منفی 2x2 برسونیم، یه منفی 2 اینجا ضرب میکنیم میشه منفی 2x2 منفی 2x به علاوه 2 که اینجا در میاد مثبت مثبت منفی. اینا رو با هم جمع میکنیم، اینا با هم دیگه اگر ساده بشه این قسمتش در میاد x، این قسمت هم در میاد منفی 3 که باقی مانده هم به دست اومد، میشه جواب گزینه C. خب سوال 5 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا x منهای 1 به توان 2 رو بازش میکنیم، x2 منهای 2x به علاوه 1 قرارش میدیم، چون با مساوی صفر قرار دادنش هم فقط به یک معادله میرسیم و در واقع میشه با این مساوی صفر قرار داد گفتیم، چون با x مساوی 1 اینجا اگر سمت اینجا 1 بذاریم بعد با باقی مانده برابر بشه دیگه، یعنی قرار بود که ریشه مقسوم علیه رو توی مقسوم بذاریم با باقی مانده بعد برابر بشه. اما مشکلی که پیش میاد دو تا مجهول داریم و یه معادله داریم، پس باید تقسیمش کنیم، چاره دیگه وجود نداره. x به علاوه ax2 به علاوه 2x منفی b رو میام تقسیم بر x2 منفی 2x به علاوه 1 میکنیم، اینجا یه دونه x قرار میدم میشه x3 منفی 2x به علاوه x، اینا با هم دیگه منفی ضرب کنیم، منفی مثبت منفی میشه آی منهای 2x، اینا با هم دیگه ساده میشه در میاد آی به علاوه 2x2، اینا از هم کم شه به علاوه x منفی b. خب توی مرحله بعدم این دوتا رو میخوام یکی کنیم، اینجا یه دونه آی به علاوه 2 قرار میدم میشه آی به علاوه 2x2 منفی 2 تا آی به علاوه 2x به علاوه آی به علاوه 2، اینجا یه منفی میزنیم منفی مثبت منفی، اینا با هم دیگه ساده میشه در میاد x به علاوه 2 تا آی به علاوه 2x، این قسمت هم این کلش رو باید منفی بشه، یه منفی b داریم یه دونه منفی آی به علاوه 2 که باید با 13x منهای 7 برابر شه. حالا ضرب x رو باید با هم مساوی در نظر بگیریم با ضرب ساده. ضرب x هم سمت چپ یه دونه 1 داریم، یه دونه 2 تا آی به علاوه 2 داریم که باید مساوی 13 بشه. از اینجا اینو ببر سمت راست میشه 12 به 2 تقسیم کن در میاد 6، پس آی به علاوه 2 میشه 6، پس آ مقدارش با 4 یکی هستش. و از ضرب ثابت رو بخوایم بررسی کنیم، یه منفی b اینجا داریم و با یه منفی آی منفی 2 که شده منفی 7، به جای آ 4 قرار میدیم، منفی b منفی 6 شده منفی 7، b رو ببر راست منفی 7 رو بیار سمت چپ b برابر 1 میشه، یعنی جواب میشه گزینه d. سوال دوم رو بررسی میکنیم. اینجا رو اگر دقت بکنید یک عبارت درجه 2 قرار داره که قابل تجزیه شدن به x در x به علاوه 1، یعنی ریشه هاش میشه x مساوی 0 و همیشه x مساوی منفی 1. تو این حالت یادتون باشه میتونستیم باقی مانده رو محاسبه کنیم چون درجه 1 بود، یعنی به صورت x به علاوه b میشه در نظرش گرفت. حالا x رو 0 این تو قرار بدیم مقسوم باید با باقی مانده برابر بشه، یعنی میشه 0 مساوی b در میاد، اگر منفی 1 هم قرار بدیم به همین صورت در میاد 3 به علاوه 2 به علاوه 2، این بذار x مساوی منفی 1 که شده این تو هم منفی 1 قرار میدیم، منفی آی به علاوه b هستش که اینجا 0 قرار میدیم، مقدار آ برابر منفی 7 در میاد. حالا این تو جاگذاری میکنیم به جای آ منفی 7 به جای b 0 میشه منفی 7x، یعنی گزینه آ. سوال هفتم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. این تقسیم رو اگه مقسوم علیهش دقت کنید قابل تجزیه به دوتای دیگه است، پس از همون روش دو معادله دو مجهول میتونستیم باقی مانده رو به دست بیاریم، این درجه 2 پس این هم باید درجه 1 باشه، پس میشه ax به علاوه b، از این تو در میاد p2 مساوی 4، ریشه مقسوم علیه رو توی مقسوم بذاریم با باقی مانده باید برابر شه، اینم به همین صورت p منفی 1 میشه منفی 2. حالا این تو دو تا ریشه داریم،
یکیش منفی یک، یکیش دو هستش. این تو جاگذاری میکنیم تو حالت x مساوی منفی یک داریم پی منفی یک، یعنی مخصومم باید با باقی ماندمون که کای منفی یک برابر بشه. پی منفی یک رو در آوردیم منفی دو، پس منفی دو مساوی منفی آی به علاوه ب میشه. x رو میای دو قرار میدیم، پی دو مساوی کای دو که کای دو همون دو آی به علاوه ب. پس نتیجه به جای پی دو چار قرار میدیم، چار در میاد، دعای به علاوه به اینا رو با هم دیگه از هم دیگه بیام کمشون بکنیم، منفی 6 میشه منفی 3 آ، پس مقدار آ برابر 2 در میاد. حالا آ رو با 2 مساوی اگه قرار بدیم، یعنی میایم تو این بالا آ رو اگه 2 بذاریم بی هم مقدارش میشه 0. حالا میام تو بالا جاگذاری میکنیم، به جای آ میذاریم 2، به جای بی میذاریم 0، برابر 2x در میاد، میشه گزینه